یه چیز جالبی که من راجع به این کار دوست دارم اینه که زمان و مکان نمیشناسه این کار. یعنی تو دریا باشی، توی صحرا باشی، توی خونه باشی، هر جایی که باشی میتونی شغلتو داشته باشی. یکی از خوبیای کارتو برام بگو که دوستش داری، عاشقشی. کلا من کار دیجی رو خیلی دوست دارم، یعنی واقعا یکی از خوبیاش که حالا قشنگش کرده و موندگار. یعنی ببینید، به قول معروف قشنگ و خوب باشه. خب دی جی واقعا برنامه‌ای که همین که ما دل ساب برنامه رو شاد میکنیم، همون برای من خیلی خوبه. حالا برنامه میخواد به قول معروف همونجور که شما گفتین روز و شب نداره. درست. یه روز زنگ میزنن به ما میگن که به قول معروف زور برنامه داریم، برای دی جی میریم، که برنامه زور بیشتر بیبی شاوره. به قول معروف برنامه‌ای هستش که به قول معروف برای ظهر هستش، همش هم برای خوشیه. این قشنگش میکنه، همش خوشی و شادیه. درست. بعد دیگه بیشتر برنامه‌مون شبه که برای عروسی‌ها هستش، جشن‌ها هست، پارتی‌ها. و خیلی چیزی که اول من برنامه دی جی رو شروع کرده بودم و موقعی که اینجا شروع کرده بودم، خب توی نایت کلاب هم میزدم، نایت کلاب دی جی میکردم، که اون موقعی بود که اینو میگم برای اینکه واقعا خیلی خودم اگه قرار بود این انجام نشه، شاید من اصلا دیگه دی جی رو ادامه نمیدادم. به خاطر اینکه مسئله این بود که نایت کلاب ها همه وحشتناک سیگار میکشیدن. خیلی بد بود. شما اونو نمیدونید، به سن شما نمیخوره، به سن ایشون میخوره. من نمیدونستم آزاد بوده. زیر سقف وحشتناک سیگار میکشم و وقتی هم که از کلاب میآمدم و من نفرت دارم از سیگار. خلاصه هیچی، یه ماهی گذشت و اینه، یه دفعه دیدیم دستور اومد که آقا زیر سقف کسی حق نداره سیگار بکشه. این قضیه مال کیه؟ قشنگ مال 2002 2003 اینا بود که میگم من دی جی رو جدی از 2002 شروع کردم. بعد دیگه چون تا وقتی که مهاجرت میکنی خب خیلی سخته، جایی درسته. که میای جدید، تا باقول من دوست آشنا پیدا بکنی، کار پیدا بکنی و چون من واقعا اینجا از صفر شروع کردم. خلاصه به این صورت، اینم یکی از خاطرهایی بود که باقول من رو خیلی ما ازش راضی هستیم که سیگار رو قدغن کردن و دیگه نایت کلاب ها همه خیلی تمیز و خوب میره جون. خب حالا اومدیم سر خاطره، میخوام که برامون یه دوتا خاطره خوب و بعد از این تجربه چندین ساله برامون. خب من اینو ببین، خاطره رو من اینجوری به شما بگم، واقعا خاطره بد و خوب نداریم، ولی یه چیزی به شما بگم که جواب این سوال، جواب این سوالتون بشه، مایم که خاطره برای هم نیست. این نیست که من خاطری داشتم، همه عروسی ها خودش خاطره است. و اصل اینه که خاطره بد هم اینه که بذاریم بگم، خاطره های بد اینه که ما یه عروسی میریم، یه سری هم مهمون ها واقعا احترام نمیذارن به ساب برنامه، یعنی میان به صورتی میان جلو، آهنگا رو دخالت میکنن. و این نمیدونن که موقعی که ما قبل عروسی با عروس دوماد صحبت کردیم، شده. حرف زدیم، حتی خود عروس دوماد میگه حرف هیچ کس رو گوش نکن. توی هر برنامه همه گله دارن از این قضیه، همه یه دیجی اینو گفتن. بله، این مسئله اینه که من فقط تنها چیزی که برای همه عزیزان میگم، لطف کنید عروسی که دعوت میشید کنسرت نیست که، یا نایت کلاب نیست که مثلا هر چی بخواید آهنگی که دوست داشته باشین، ولی توی نایت کلاب هم هر چی دی جی پلی میکنه باید گوش کنی. توی عروسی هر چی عروس دوماد میخواد ما باید پلی کنیم، نه که هر چی مردم میخوان. به امید خدا هر مهمونا خودشون برنامه که داشتن، تو برنامه خودشون هر آهنگی که دوست داشتن ما میذاریم. حالا اون وسط ها خاطره بامزده ای، باحالی، بانمکی، چیزی خاطره ای که بتونم چیزی من اعتراف نمی کنم. بله، خاطره ای که چیزی پیش بیاد، نه والا، نه خاطره ای خاطره بدی نداشتیم. برنامه به این صورت بود و میدونی که واقعا دیجا باید کنترل کنن. این یه دونه توی دستور دیجا از هر دو ساعت یه مقدار باید موزیکو بیان که فشار قلب مهمونا واقعا این هست واقعا که باید جوری موزیکو برن که
قلبشون تاثیر نذاره. یه موقع مثلا واقعا اینو, اینو جدی میگم واقعا. ببین واقعا یه مثل یه کار تخصصی میمونه این به نظر من. دیجی کردن واقعا این چیزی که الان از من از امیر جون شنیدم، دیجی کردن فقط این خود دیجی کردن نیست، یعنی واقعا خیلی چیزا رو باید در نظر بگیرن که این کارو قشنگ میکنه. خب نایت کلابا که اینجا بود شما اگه دیده باشین، خب قرصایی که به بچه‌ها میدادن به خاطر اینکه تا آخر شب سر پا همینجور برقصه و آخرم تمام توی نایت کلابا جنازه ها رو جمع میکردن به خاطر اینکه این قرصا رو میخوردن. که خب قدقم خودم هم همونم، خودت میدونی واسه تو میمونم، حاشیه نمیرم من باشی میمیرم، در نمیشه از تو بگذرم، نمیخوام این ما تو که شب صبح شه دیمونه بازی تو باشی جاشه، بگو هم رامی حتی تو خوابه چه حالی دارم چقدر میخوامه بس تو گیجم حالا از این وسط جمع کن ببرم جایی که هیچ کسی نباش حال من خوبه هیچ کس رو نمیشناسم جون. یه بخشی از صحبتات گفتی که من اومدم تورنتو، خب خیلی طول کشید تا جای خودم رو پیدا کردم، کارهای مختلفی رو انجام دادم. الان چی کار میکنی؟ یه مقدار از کارهایی که داری توی تورنتو میکنی، جاهایی که مشغول هستی، اینا رو برای ما یه خورده توضیح بده، میخوام بیشتر توی این قسمت باهات آشنا بشم. دی جی من تا نزدیک 15-16 سال من دی جی فقط کارم فول تایم بود، فول تایم دی جی. بعد دیگه الان 3 سالی هست که من گل فروشی هم باز کردم که در اصل یعنی به قول معروف می‌خواستم آفیس دی جی باز کنم، گفتم برم تو آفیس بشینم تنهایی برای چی؟ روحیه لطیفی داری. یه دونه گل فروشی باز می‌کنیم، گوشش هم آفیس دی جی مون هست. عروس دومادا میان دیگه گل و سفره عقد و پکیج و دکور و تمام پکیج کامل. بقول تنها چیزی که ما نداریم عروس دوماده، وگرنه ما تا ای تا زد و ما انجام میدیم. اونم زیاد آقا. آره. چیزی که من دارم اینا عروس دوماد برای عروس شما زیاد. آره. واقعا کارشون پرفکت. نه خواهش میکنم. به تمام معنا خوب هستش. امیر جون یه قسمتی که حالا به خاطر اینکه تو به من گفتی از سال 2003 داری این کارو انجام میدی و خب یه پیشینه و یه تجربه خیلی زیادی پشت این قضیه است، می‌خواستم یه تاریخچه از ماجرای دی جی توی تورنتو به ما بدی و یه توضیح بدی ما با این قسمت بیشتر آشنا بشیم. ببینید تاریخچه‌ای که دیگه اونقدر با تاریخی به اون صورت که دیگه جوری داری میگی که به قول من آی فیل نه نه خب ببین از نوار تیک اومدی به سیدی دیگه بگیدی. بله بله از اون موقع که رسیدیم خب دی جی ها بودن، خب واقعا هم سنی بودیم که تمام چند تا ایرانی بودن اون موقع؟ اون موقع اینجا که خب ایرانی ها کم بودن. دی جی ایرانی؟ دی جی ایرانی نزدیک مثلا شاید مثلا 6 تا 7 تا زیاد نبود. دی جی هایی که بودن دی جی های خیلی قدیمی که بودن، دی جی
به قول معروف پورنگ بود، بعد دیگه دیجه های دیگه بودن که یعنی بهترین کلاب ایرانی، کاباره ایرانی هزار یه شب خزر سابق بود که اون موقع مثلا ایرانی اونجا بیشتر موزیک های زنده بود، لایف بند و موزیک زنده بود اونجا، ولی خب دیجه هم داشت اونجا. بعد دیگه دیجه های قدیمی شروع میشه، مثلا دیجه مهران خودمونه که دیجه مهرانه، بعد دیگه دیجه سیامک، اینا دیجه های قدیمی هن. بعد دیجه بابه، بعد دیگه دیجه امیر بود، رضا بود، بعد دیگه ما اومدیم و بعد ما هم ما یه دیجه دیگه هم داریم که این دیجه هم خودش روسه، خودش روسه، خانومش ایرانیه، دیجه لودویکه که داینامیت، دیجه داینامیته، اونم دیجه قدیمیه، اونم دیجه خوبه، ولی خب روسه، فارسی ولی پلی میکنه، آهنگ فارسی پلی میکنه، بلده به قول معروف آهنگ فارسی، ولی اون موقع است یا الان دارن کار میکنه؟ هنوز هم داره کار میکنه، ولی خب اونم جزو همونایی که زنگ گرفته دیگه. اونم دیگه خانواده داره و همین کارهای وقتی که دیگه یه حدی میرسه دیجه میره مثلا برنامه میذاره، کنسرت میذاره، برنامه های بالاتره، به قول معروف دیگه نایت کلاب واسش اونجوری درآمدی نداره. بعد دیگه عروسی درآمدش خوبه و من اینجا دیگه میگم برنامه‌ام جوریه که بیشتر عروسی ها رو میرم و بزرگترین شو عروس ایرانی هم مال منه، 12 سال ایرانیان کانادین براید شد توی تورنتو هست که هر سال برگزار میشه، 12 میشم همین یه ماه پیش بود، قبل کرونا بود، شانس بود اینجانه برنامه‌مون کنسل شد درست قبل کرونا واقعا. آره ولی خب دیگه همین دیگه منتظریم خب که این کرونا بره. همین جون اگر که بخوان تو رو پیدا بکنن توی فضای مجازی چطور میتونن به تو دسترسی داشته باشن؟ یه آدرسی پیجی از خودت بده که دوستا بتونن. اینستاگرامم دیجی امیر 3000، فیسبوکمون هم که اسم خودمونه به قول معروف پیج، بله پیج دیجی امیر 3000 داریم تو اینستاگرام، تو فیسبوک و اینستاگرامم دیجی امیر 3000. گل فروشیمون هم دریم روز فلوریست، اونم بگیم برای بقول من هر کی خواست گل و یه پکیج کامل داشته باشن، دیجی امیر 3000 میتونه یه گزینه خوب برای برگزاری مراسم های شما باشه. همین جا سوال دیگه که داشتم، خب به خاطر سابقه کاریتون هم هست که دارم اینو میپرسم، اینه که از اون موقع که شروع کردین تا الان میخوام بدونم تغییری کرده حالا این شغل شما، چه تفاوتی داره، چه چیزایی دخیل شده که قبلا نبوده، که آیا اینا تاثیر چه تاثیری داشتن، تاثیرشون مثبت بوده، مثلا یه چیزی که الان خیلی شده خیلی میدونم که تاثیر داره این سوشال مدیاست، میخوام بدونم که نظر شما راجع به این چیه. ببینید کلن کار دیجی اول خیلی سخت بود، همونجور که گفتم با نوار کاست بود، بعد اومد سی دی شد، خب میکس کردن با سی دی خیلی سخت بود، بعد دستگاه که اومد، خب الان دستگاه جدید جوریه که برات یعنی خیلی راحت تر آهنگا رو به هم دیگه میچسبونه، یعنی سینک میکنه، دکمه سینک داره خود دستگاه، این خود دستگاه میکنه، دکمه سینک داره، ولی بازم بعضیا به شوخی میگن که نمیدونم دیجی با دکمه، ولی اون دکمه سینک هم باید بلد باشی به چه صورت بزنی، کدوم آهنگو به کدوم آهنگ بچسبونی، که واقعا میگم که برنامه واقعا اون رقص همینجور ادامه داشته باشه، یعنی یه آهنگو میخوای عوض کنی یه آهنگ دیگه کل مهمون نگم بابا عوض کن، ما باید اون موقع نمیتونستین این کار رو بکنین؟ نه اون موقع ما میتونستیم، اون موقع با سختی بود، با نواکاست و اینا جوری بود که بیتو با بیت باید اندازه کنی، مثلا به اندازه باشه که به چه صورت آهنگ بعدی رو بتونی بری، و تمام آهنگ عوض کردنش هم به صورتیه که باید رقص استاپ نکنه، درسته، مردم واقعا نفهمن که از این آهنگ به چه صورت میری، و یک سری ها اصلا توی خونه میشینن میکس میسازن، نان استاپ میسازن، توی عروسی ها خب اون میکس نان استاپ رو میذاره از اولش، ولی خب بازم نمیتونه تا آخرش اون میکس رو بره. دقیقا. اگه شما به یه دیجی گفتین که با قول معروف این آهنگو برای من بذار، ولی بازم دارم میگم مهمونا نه، مهمونا نباید زیاد به دیجی عروسی بگن اینو بذار اونو بذار، آهنگا از قبل ست شده با عروس و دوماد، و
اگه عروس خانم یا آقای داماد برن بگن که آهنگو عوض کن، این آهنگو بذار، انجام نده، 100% داره نان استاپ میذاره. و الان خیلی دستگاه جدید شده و خیلی به قول معروف راحت تر شده. خب از موقعی هم که ما بعد همین دیجیمون رو شروع کردیم، بعد از تمام دیجای قدیمی دیجی ما الان شروع کردیم دیگه، خب دیجای جدید دیگه هم هستن که خب تا اونجا که شده زنگ زدن پرسیدن، همونجور که من دیجای قدیمی پرسیدم و بهم کمک کردن، همونجور هم دیجای جدیدی هم که اومدن خب از ما سوال کردن و من مثلا بهشون گفتم به چه صورته، چه دستگاهی بخرین، به چه صورت برین. ولی خیلی اون موقع سخت‌تر بود که من بتونم مثلا این دیجی رو یاد بگیرم. جوری بود که یه مقدار بین دیجی‌های قدیمی، الانم صدامو بشنون، دیجی‌های قدیمی جوری بود که هیچی به من یاد نمیدادن. چون کم بوده این کار دیگه، درسته؟ خب دوست داشتن کم باشه، دوست داشتن کسی دیجی زیادی توی شهر نباشه و برنامه ها رو میگرفتن و خودشون میرفتن و به این صورت که موقعی که بهشون زنگ میزدم من چیکار بکنم کمک نمیکردن. درست. کمک نمیکردن. فکر میکنم من کسای زیادی رو میشناسم که از طریق تو وارد این برنامه خب شدن. خب اینم دلیلش با خاطر این که خب من زیاد کمک ندیدم و حالا دیجی رو چجوری اون موقع شروع کردم، خب مجرد بودم و داشتم سعی میکردم یاد بگیرم. اومدم تمام نایت کلابا رو که دیجای دیگه پلی میکردن توی دیجای کلابا، اولین نفر سر ساعت 10 میرفتم اون کلاب وای میستادم یه گوشه، فقط نگاه بکنم ببینم که اون دیجه چی پلی میکنه. ملی شجاعی هستم از سنچری 21 هریتیج گروپ در تورنتو. با بیش از 26 سال سابقه کار در امور وام، خرید و فروش موارد مسکونی، تجاری و صنعتی در خدمت هموطنان عزیزم. تجربه من تضمینی است در موفقیت مالی و سرمایه گذاری شما. مجموعه بی نظیر از تنوع، تازگی، طعم، عرضه محصولات لبنی، خشکبار، محصولات پروتئینی روز، طعم و رایحه دلپذیر نان ایرانی با پخت سنتی به همراه منوی غذای متنوع. تنها در هیوا فاین فودز. آنچه خوبان همه دارند. سوپر هیوا، 10454 خیابان یانگ، ریچموند هیل. سوپر هیوا.
شده فقط تویی که میتونی دلو ببری ببری یو پس ندی تو اومدی تو جانشین دلم چقدرم خوش اومدی خواهی رو تایی بشینیم پایتم من هر جا بری پایتم من شما رو بچینی پایتم من تو لب تر کن میخواهی رو تایی بشینیم پایتم من هر جا بری پایتم من شما رو بچینی پایتم من عاشقتم خوب می دیدم که مثلا ساعت 11 12 هیچ کس وسط نمی رقصید، ما می اومدیم بیرون گفتیم این دیجه به درد نمیخوره. بعد دیجای دیگه بودن واقعا نگاه می کردیم ملت رو داره می رقصونه و ما اونجا فهمیدیم که کار ایشون خوبه و می شستم آهنگا رو می نوشتم خودم برای خودم که این آهنگو بعدش بزنم اینو بعدش بزنم اینو بعد عاشق بودی دیگه. آره چون اصول رو نمی دونستم چه آهنگایی باشه. خب بهتر که اتفاقا چون لقمه آماده نذاشتم براتون، خودتون رفتین دنبالش تلاش کردین و عشق دیگه همش نیست. بعدش دیگه اون برنامه ها رو رفتیم و به ترتیب سعی کردیم بیاییم به قول معروف بالا که برنامه های عروسی و جشن ها رو اینا رو دیگه تا اونجا که میتونیم خیلی خوب رفتیم. ولی خب دیجای جدیدی هم که هستن رو حساب این که واقعا خودم دوست داشتم بهشون کمک کردم، سوالی میکردم خیلی عملی و میخواستم که مثلا کار دیجایی رو یاد بگیرم بهشون هم واقعا میگفتم و الان هم بچه های خیلی خوبی هست، دیجه هاشون هم خیلی خوبه. سوشال میدیا چقدر تاثیر گذاشته توی کارشون؟ والا حقیقت چون نزدیک مثلا میگم 17-18 سال من دیجه هستم و الان توی تورنتو بالای 20 تا کشور من دیجایی میکنم. من عروسی ایتالیایی میرم، عروس دوماد ایتالیاییه، عروسی هندی میرم، عروس دوماد هندیه، یعنی توش یه ساسی مایکن و جنتلمن و اینجور چیزا نمیزنیم. تمام نه دیگه تو هندی ها که نمیزنیم، من جنتلمن بزنم طرف نمیفهمه. خلاصه میگم الان تو تورنتو تاپ مالتی کالچر پلیر تورنتو هستم، تمام کشورها رو واقعا آهنگاشون رو بلدم بخاطر اینکه اینجا یه کشوریه که میکسه و مثلا ایرانی با ایتالیایی عروسی میکنه و میگم کشورهای مختلفه. خلاصه به این صورت. خیلی عالی. من میبینم که انرژی شما افتاده. نه من سرحالم، آماده برای هر چالنجی. به خدا من آماده هر چالنجی. نه انرژی سنج داریم، من انرژی بالا هستم. همیشه من انرژی چطور باشه. ساکتی یه ریزه. خود ساکت دارم، گوشی بهم استفاده میکنم، لذت میبرم. بازی فیوریت تو دارم، برای نظرت چیه؟ ایلیا جان نظرت راجع به این چیه؟ تازه میخوام آبی هم بدم. من بیشتر دوست دارم خودم در کسوت داوری توی این بازی و این بار هم من داور شدم. بله همین جو خاطر جمع زیاد خوب نیست بازی را از همین الان بردی. اصلا نگران نیستم. این خدمت شما. مرسی. من که میدونم چی این بازی، ولی خب همین جانو چه رنگی دوست داری؟ من قرمز اگه باشه اوکی هستم باش. بنفش میده. گناه داری اینقدر آبی ترکوندیم براش. عزت. خب مرسی. شما که کاملا آشنا هستی. درد کشیده این ماجرا هستم. خب چیکار باید بکنیم؟ خب قراره اینو باز کنین تا اونجایی که بترکنیم. خب. و اگر که شما ببرین ما یه جایزه از طرف برنامه به شما میدیم. خب. اگر که ایلیا جان ببره شما یه جایزه به من میدین. چرا به شما یه جایزه به برنامه بدی؟ من میبرم. شانس هم خوبه. علی جان دیگه جلو نزن. من نمیدونم جریان چیه. نه منتظری، من میخوام حالت خیلی چیز هستم. نه من میخوام این برنامه مشخص بشه. آها جایزه رو به کی بدین؟ 80 میلیون آدم داره میبینه، من واقعا خوب میسازم. من میبرم جایزه برنامه است. من هر جایزه برنامه است. همینجوری یه جوری بخرید. چش. چیز کن که آبرو ما دیگه، من برنامه قبلی هم باختم دیگه. اوکی. نمیده یعنی خدا وکیلی. خب بریم. با شمارش من. یک. بهش مونی خب. برو. یک. دو. او مای گاد. اینجا این در میاد و من نمیدونم. آقای ایلیا من دیگه اوکی. من رمزو گرفتم. بانی چرا قرار بسیده این کار نکنم؟
منو کنار گود نشستی میگی لنگش بکن نمیشه اونجا واسه من بیا اینقدر همیشه اونوری لاغر بتره کنه داره میزنه هرکشاش بکنه تو صورت من فکر کنه میکنه خودش چه مشکلی با این برنامه داری تو؟ من مشکلم مجری برنامه است اگر که مجری برنامه رو واقعا خدایی علکی داری میگانی؟ نه داری علکی میکنی؟ نه جونه تو نمیشه بعدشا دسته این شکستن دادم به من اصلا کار نمی کنه چرا علکی؟ یعنی هر بار این بله بازم باقی اصخایی میکنم از اینکه سر نمیشتیم یه آبیه رو دفتر من لفت میدم خیلی ممنون واقعا که خیلی خوشحالی دیگه من باختم اونو نگه دار خب حالا جایزه میدین؟ جایزه باید بدیم دیگه جایزه کارگردان تهیه کننده یه جایزه خوب برای هم بعد برنامه وایس من با شما صحبتم چون یه خاطرهای اون پشت داشتین میگفتین بله. اینجا نگفتین دقیقاً اونا خب برنامه بعد مشخص بشه جریان چیه خب مرسی امیر جون که به برنامه خودت اومدید واقعا لذت بردیم کلی صحبت‌های شیرین شنیدنی و خیلی واقعا فان بود برنامه و موزیکی که پلی کردی بسیار زیبا بود یوهای پلی شد یوهای قطع شد خیلی خوشگل بود گزارش پلی بیا امین نصرتی پرودکشن صدای قلبم و انقدر نکن شیطونی تو خوشگلی یا من کشتتم خودت اینا میدونی اون چشمای سیاهت صورت مثل ماهت اون عشقه ها و دلبریت خنده های یواشکیت منو کشت منو کشت منو کشت دلوان منو کشت دلوان منو کشت دلوان منو کشت منو کشت منو کشت دلوان مال تهرونی دختر ناز شمرونی نیا برون یا پنجریش نازی یا با دو پل بیچ دوست سبیل یا نواب فرقی نداره پرجاش داف شاخ شمرون ماشی یا ته ته تهرون ماشی من کشتتم آشفتتم من کشتتم آشفتتم من کشتتم آشفتتم من کشتتم تو پیکم رو پر کن